من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه و امروز از قرنطینه تمام سوالات شما رو در مورد داروها و شیوه های تاثیرشون از دکتر فرین کمانگر، متخصص همگیرشناسی دانشگاه ایالتی مورگان آمریکا میپرسم. خیلی خوش اومدید آقای دکتر. خوشحالم معتمدی. دکتر کمانگر، بعد از اینکه ماده ژنتیکی ویروس وارد سلول شد چه اتفاقی میفته؟ بعد از اینکه ماده ژنتیکی ویروس در داخل سلول آزاد شد، اون ماده ژنتیکی سعی میکنه که قطعات ویروس رو با کمک سلول خود آدم بسازه. یعنی از یک ویروس هزارها ویروس دیگه درست میشه و اون ویروس هزارها ویروسی درست شدن حالا یا اون سلول رو میکشن یا نمیکشن، ولی آزاد میشن میرن سلولهای دیگر رو درگیر میکنن. یعنی از هر ویروس هزارها ویروس و اونها میان سلولهای دیگر رو درگیر میکنن. آیا میشه جلوی تکثیر ویروس داخل سلول رو گرفت؟ بله، به عنوان مثال در مورد ویروس ایدز، همون HIV بودش، داروی لوپیناویر رتوناویر در یک قسمت های این پروسه رو متوقف میکرد، ولی لوپیناویر رتوناویر متاسفانه در مورد این کرونا ویروس، در مورد بیمارانی که بیماری شدید داشتن و در بیمارستان بستری شده بودن کار نکرد. داروی دیگه‌ای که تا حدودی موفق بوده اسمش رمدیزیویر هستش که مال شرکت گیلیاد در سان فرانسیسکو. رمدیزیویر یک نشونه های از موفقیت رو داره. رمدیزیویر من خدمتتون میگم چی هستش. وقتی سلول میخواد خودش رو تکثیر کنه، ماده ژنتیکیش رو میخواد تکثیر کنه. حالا این ماده ژنتیکی یک قالب هایی داره، ACGT، کسایی که در مورد DNA باش آشنا هستن میدونن و در مورد RNA هستش فقط یکی از اونها عوض میشه به یو یا یوراسیل. این رمدیزیویر ماده قلابی هستش، یعنی شبیه یکی از اونها، سلول میاد اینو میگیره میذاره و میخواد تکثیر بشه، ولی این ماده قلابی رو اشتباهاً برمیداره و کار نمیکنه. رمدیزیویر یک مقداری اثر نشون داده ولی هنوز به طور کامل تایید نشده. FDA آمریکا اجازه داده که بیشتر تحقیقات روش بکنن. دکتر کمانگر، علاوه بر داروهایی که روی ویروس تاثیر میذارن، آیا داروهای دیگه‌ای داریم که علائم حاد این بیماری رو کمتر کنند؟ دقیقا همین که فرمودید هستش. یعنی فقط بعضی داروهایی که تا الان من اسم بردم اینا چیزایی هستن که روی خود ویروس کار میکنن. منتها بیماری ما فقط به خاطر خود ویروس نیستش. بعضی وقتا سیستم ایمنی خود بدن ما که میخواد با این ویروس مبارزه کنه دچار اختشاش میشه و این اختشاش باعث آتش به خودی میشه. یعنی این سیستم ایمنی ما میخواد بیاد ویروس رو بکشه، اشتباهاً میاد سلولهای خود ما رو از بین میبره. بعضی داروها هستن مثل اکتمرا که اسم دیگه توسیلیزوماب هستش، دارن سعی میکنن که اون سیستم ایمنی بدن که دچار اختشاش شده اون ایمنی رو فروکش بکنن. به عنوان مثال اکتمرا میاد روی اینترلوکین 6 اثر میذاره، اون رو میاره پایین و سعی میکنه که اون رو کنترل کنه. این هم یک داروی بسیار امیدوارکننده هستش. ببینیم نتایجش ظرف 1-2 ماه آینده ان شاءالله در میاد چطور میشه. مریم در مورد پلاسما درمانی و شیوه تاثیرش سوال کرده. پلاسما درمانی هم یکی از اون درمانهای امیدوارکننده است. در سال 1901 امیل فون برینگ اولین جایزه نوبل رو گرفت به خاطر همین پلاسما درمانی. ایده این هستش که شما بیاید از افرادی که از بیماری خوب شدن پلاسماشون رو بگیرید، یه قسمتی از خون هستش، بدید به کسایی که الان خیلی بیمار هستن. آنتیبادی ها یا پاتن هایی که ایجاد شده در اون افرادی که خوب شدن میتونه بیاد با این ویروس یا میکروب های دیگه‌ای که در خون بدن بیمار هستش مقابله بکنه. من میدونم که الان به فرض در نیویورک هزارها نفر پلاسما گرفتن ولی هنوز نیومدن نتایج تحقیقات رو به طور کامل اینو منتشر کنن و بگن که این چقدر مفید بوده. در مورد خیلی بیماری های دیگه پلاسما درمانی حدود 50% نرخ مرگ و میر رو کم کرده. انشالله ما امیدوار هستیم در این مورد هم مفید باشه. اما پلاسما درمانی گرون و زمانبره، درسته؟ همینطور هستش، چون که شما باید کسایی رو پیدا کنید که این بیماری رو داشتن، حاضر باشن خون بدن، اون پلاسما رو از خون جدا کنید، یک مدت قابل توجهی نگه دارید، اون مواد زائد رو ازش بردارید و خب چندین دفعه افرادی که بیمار هستن تزریق کنید. بنابراین این گرون و زمانبره. برای همین این بین 1900 تا 1940 بسیار شایع بود، ولی بعد از اینکه آنتی بیوتیک ها اومدن برای باکتری های مختلف اهمیت پلاسما درمانی کم شد. ولی چون برای این بیماری کووید 19 ما هیچ درمانی نداریم، دوباره پلاسما درمانی یه مقداری رو اومده.
دکتر کمانگر، به غیر از داروهایی که ازشون اسم بردین، آیا محققا دنبال راه‌های دیگه هم هستن برای از بین بردن این ویروس؟ بله، راه‌های خلاقانه بسیار زیادی دیگه دنبالش هستن. به عنوان مثال، یکی از مشکلاتی که این بیماری کووید 19 ایجاد میکنه که بیمارا ازش میبرن، اختلالات انعقادی هستن. بعضی از اینا خون درشون لخته میشه و باعث ایجاد سکته مغزی و سکته در بقیه ارگان‌های بدن میشه. بنابراین اومدن مواد ضد انعقادی رو در نیویورک آزمایش کردن و در آزمایش‌های اولیه مرگ و میر رو بسیار بسیار کاهش داده. حالا انشالله باید ببینیم که در آزمایش‌های دقیق‌تر هم همین نتیجه دوباره تکرار میشه یا نه. دکتر کمانگر، شما خودتون خوشبین هستین که قبل از توزیع واکسن ما به داروی قطعی برسیم برای بیماری کووید 19؟ این سوال خیلی سختی هستش، چون که واقعاً تحقیقات دارویی بسیار بسیار پیچیده هستند. و مثل این هست شما وارد یک جنگل کاملا ناشناخته یا یک زمینی که اصلا هیچ کی درش نرفته برید و نمیدونید که ته این کجاست و چی میشه. ولی با توجه به آزمایشاتی که انجام شده، من نمیگم درمان قطعی، ولی درمانایی که بتونه مرگ و میر رو 50-60% کاهش بده، من امیدوارم تا 2 ماه یا 3 ماه آینده داشته باشیم. مطالعات خیلی بزرگی در دنیا در جریان، هزاران هزار نفر در آمریکا، در چین و حتی در فرانسه و حتی در ایران. در ایران من میدونم مطالعات بسیار زیادی در جریان، حدود 500 تا مطالعه بزرگ بالینی که هر کدومش چند صد تا بیمار داره در دنیا در جریان. و من میدونم بعضی از این مطالعات در ایران نزدیک 1000 نفر تا حالا در این بیماری در این مطالعات وارد کردن. من خیلی امیدوارم که بعضی از اینها مثبت در بیاد و در 2 ماه آینده یک چیز خوبی داشته باشیم که این مرگ و میر این بیماری رو 50-60-70% کم کنه. خیلی ممنون دکتر کمانگر. شما هم سوالات خودتون رو با هشتگ از ما بپرس به پیامگیر تلگرام BBC @BBC شما بفرستید.